دقت کنیم تو انتخابمون. به خدا با یه انتخاب ما این ور اونور مملکت این ور اونور میشه، پوستمون رو میکنن. شک نکنید. شما فکر میکنه اون شیعه که در خفا شیعه بود، میگه وقتی در رجال کشی داریم، میگه وقتی دفنش کردن زن و بچهش نمیدونستن شیعه است. به شیوه اهل سنت دفنش کردن، از یاران امام بود، شیعه رو گسترش میداد در خفا. اونا اون دنیا خیر من و شما رو نمیگیرن؟ بگم ما شیعه رو اینجوری گسترش دادیم، زنم نفهمید چی ام. میگه زمان امام هادی زنها دو نفر سه نفر با هم یه لباس داشتن، نماز می‌خواستن بخونن برای اینکه مستور باشه کامل پوشیده بشه، میگه لباسو بده من بتونم نماز بخونم. بعد شما جمع میشید زیر این سقف بلند، فریاد میزنید نام امیرالمومنین رو میارید، نام از زهرا رو، پوستمون رو میکنن خدا شاهده. شوخی گرفتیم ماجرا رو. یمنی‌ها رو ببین، شیعیان عربستان رو ببین، جلوی مادر بچه 3-4 سالشو سر بریده، مادرم تو کما. دغدغه هامون شده چی؟ سطح خاص مردمون الان چیه؟ چه کسایی رو داریم انتخاب میکنیم؟ نگید مملکت میخوره زمین. نه، 1400 سال رسوب اسلام و تجربیات اسلامی میخوره زمین. ظهور عقب میفته. بره تا باز کی بشه یه گوشه شیعیان بتونن حکومت تشکیل بدن. آقا جان، یکی از اصلی ترین عوامل غیبت، امام صادق میفرماد یخاف القتل، یعنی ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره. زمانی آقا ظهور میکنه که انقدر شیعه قوی بشه بتونه جان امام زمانش دفاع بکنه. اون موقع به امام زمان امیرالمومنین با شمشیر حمله کردن، حضرت علی با شمشیر دفاع کرد. امروز اگر امام زمان ظهور بکنه، سلاح امروز چیه؟ اونا موشک میزنن، باید موشک داشته باشی از جان امامت بتونی دفاع کنی. میشه شما موشک داشته باشی بدون اینکه ارتش داشته باشی؟ میشه ارتش داشته باشی بدون اینکه حکومت داشته باشی؟ تو 1400 سال شیعه تونسته بر خودش ارتش داشته باشه، موشک داشته باشه. این آقایانی که دارن خطا میکنن، این آقایانی که برای رسیدن به یه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن، میفهمن با کجا دارن این کارو میکنن؟ توجیهن به قرآن اینا عقل ندارن. بیچارت میکنن 124 هزار تا پیغمبر سر صراط خیرتو میگیرن، 230 هزار تا شهیدی که رفتن خیرتو میگیرن. اون دزد احمقی که از بیت المال جمهوری اسلامی داره میدزده، بیچاره. این مملکت فرانسه نیست، انگلیس نیست، بولکینافاسو نیست، آرژانتین نیست، استرالیا نیست، اینجا شیعه خونه امام زمانه. اینجا دزدی بکنی حاکمیت به دزدی محکوم بشه، آبرو بر اسلام نمیمونه، آبرو بر شیعه نمیمونه. میفهمی داری چیکار میکنی؟ آتیش داری با خودت به گور میبری. نه تنها 80 میلیون آدم خیرتون دنیا میگیرن، تمام قبلی ها و بعدی ها میان خیرتون میگیرن. الان جا داره وصیت شهید رضا نادری رو براتون بگم. داشتم میخوندم همینجور سنگ قبرهای چند سالشون بوده و فلان، یادم نوشته هانه برادر کجا میروی اندرکی درنگ کن، رو سنگ قبر نوشته بود. دیدم داره با من حرف میزنه. آیا فکر کردی با یک فاتحه بر سر مزار من فرستادن، بار مسئولیتی را که بر دوش شما گذاشته این فراموش میشون؟ فکر کردیم اینجا یه فاتحه میخونی پا میشی میری تقدیر کریم از مزار شهدا، گل میبریم میذاریم رو سر قبر شهدا، به درد خودت میخوره. گفت بلکه ما منتظریم تا ببینیم با این مسئولیتی که ما گذاشتیم و رفتیم چه خواهی کرد. آخرتو میگیرم سر صراط. مادر شهیده میگه که پسرمو جلو سرم سر بریدن، تکه تکه کردن، بعد با جنازه تنهام گذاشتن. دو روز سه روز این تکه تکه های بچه‌م جلو چشم بود. بعد بهم گفتن حالا بیا برو دفن کن. دیدم میخوام دفن کنم، تیکه ها رو نمیدونم چجوری بچینم. چادرمو درآوردم گذاشتم، این پاره پاره های بدنو گذاشتم رو هم. روز علی اکبر میخوندم اینو گذاشتمش تو قبر. اون شهید پاسدار 17 ساله‌ای رو که این منافقا گرفتن با شیشه پوستشو کندن، اتو رو بدنش گذاشتن. خواهر شهید میگه مادرم اون موقعی که فهمید با اتو پوست بستشو سوزوندن، میگفت 30 سال دست با اتو نمیزنه. ولد میکنن احمق. میدونی چه بلایی سرت میارن اینا؟ بابا شما خدا نمیترسید؟ میفهمی این امضایی که داری میکنی این پولو از این ور اون ور میبره یعنی چی؟ میفهمی یه تصمیمی که شما داری میگیری برای 80 میلیون مسلمون داری تصمیم میگیری؟ این همه اتفاق تو دنیا میافته، بیا فرانسه ریخته به هم، صدا از کسی در میاد؟ تمام دنیا مترصدن حکومت فرزندان علی ابن ابی طالب بخورد زمین فقط. تمام دنیا، این همه آدم داره کشته میشه، صدا از کسی در اومده؟ یه تقی به توقی توی مملکت بخوره، تمام رسانه هاشون میان میگن. چرا؟ چون همه نگرانن که بالاخره آن فرد وعده داده شده از فرزندان فاطمه و علی علیهما السلام ظهور کنه. چون میدونن اگه او بیاد تمام کارشون.
چون اگر او بیاد نور و روشنایی بر این ظلمت ها خواهد تابید و همه چیز فرق خواهد کرد، چون میدونه جولانشون تموم خواهد شد. آقا جان بفهمید ما انقلاب کردیم، گفتیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظه بفهم. یعنی ما انقلاب کردیم نه که برای خودمون دکان دستگاهی را بندازیم، یعنی این که اینجا قدرتمند بشه شیعه، بشه پایگاه ظهور. میفهمید پایگاه ظهور را تضعیف کردن یعنی چی؟ آقای خودرو ساز ما، آقایی که خانه میسازی، آقایی که چه میدونم تو این مملکت مهندسی، پزشکی، رفتگری، معلمی، استاد دانشگاهی، هر چه هستی، میفهمی کجا داری کار میکنی؟